عرض سلام و تقدیم ارادت حضور فرد فرد شما بینندگان ارجمند و با درود خدا به روان پاک اشرف انبیا، برنامه زنده دیگری رو به توفیق الهی در خدمت شما آغاز میکنیم. هفته گذشته هفته بسیار مشکلی بود برای ما، به صورت بی سابقه ای شبکه های اینترنتی ما که توسط AT&T اداره میشه از خارج از استودیو از کار افتاده بود و هنوز هم موردش مشخص نشده، ولی 4 روز طول کشید برای شرکتی مثل AT&T که بتوانند اشکال رو برطرف کنند. هنوز هم به ما نگفتند که اشکال چه بود است و در 4 روز گذشته تقریبا تمام مدت 24 ساعت ما مشغول امداد طلبی از شرکت تلفن و اینترنت بودیم بدون فایده و بدون نتیجه، و همینطور با شنیدن حرف هایی که فقط برای اتلاف وقت گفته می شد. از طرفی کسالت گرفتگی صدا و عارضه خود من باعث شد که 2-3 روزی نتوانم که در خدمت شما باشم. الان هم فکر کردم که با توجه به این چند روزی که ما غایب بودیم و چند روزی که این شبکه به علت اشکالات خارج از استودیو قادر به پخش برنامه نبود، نتوانستم که تحمل بکنم و فکر کردم که برای عرض سلام و تجدید ارادت حضور شما بینندگان ارجمند ظاهر بشوم و با هم در مورد برنامه هایی که داریم صحبت بکنیم. ما برای جلوگیری از این اتفاق مجبور هستیم که 1-2 سیستم پشتیبانی داشته باشیم، یک سیستم محافظ داشته باشیم که اگر یکی از این سیستم ها به هر دلیلی که کار نکرد، سیستم دوم بتواند که جایگزین اون بشود و این تقریبا هزینه های ما رو حدود 50% افزایش خواهد داد. من در این برنامه خیر، ولی شاید که در برنامه دیگری از شما تقاضا بکنم و اون برنامه رو اختصاص بدم به اینکه از مساعدت های شما برخوردار بشویم که قادر باشیم این برنامه ها رو ادامه بدهیم و با اطمینان خاطر بیشتر و خیال راحت تر انشاءالله بتوانیم که در خدمت شما باشیم. ولی تا وقتی که هست و تا وقتی که ما هستیم، با هر امکاناتی که باشه ما به این کار ادامه خواهیم داد. حتی اگه قرار باشه که رونوشت مقالاتم رو من در سر چهارراه‌ها بنویسم و فوتوکپی کنم و پخش کنم، این کار رو خواهم کرد و از پای نخواهم نشست، چون تصور میکنم که این کار به سود بشریت و برای صلح نوع بشر است. در آیه شماره 144 به این ترتیب آغاز می شود که قد نرا تقلب وجه که به سماع فلن و ولین نکه قبلت ترزاها فول وجه که شطر المسجد الحرام و حیثو ما کنتم فولو وجوهكم شطرا و ان الذين اوتوا الكتاب
ليعلمون أنه الحق حق أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بنابراین به سوی مسجد حرام، مسجد الحرام روی آور باش. قطعا برای کسانی که به ایشان آیات کتاب و نشانه های کتاب داده شده به خوبی می دانند که این دستور از سوی خدای واحد ایشان است و خدای واحد شماست. طبعا وقتی خدا واحد باشد، یا خدایی نیست یا اگر هست یک خدا بیشتر نیست، و چون یک خدا بیشتر نیست خدای همگان است و خدا ناآگاه و غافل نیست بر آنچه انجام میدهند. گفتیم در برنامه گذشته که ولایه، ریشه ولایه در زبان عربی به معنای گردیدن و گشتن و در واقع رو کردن از یک جهتی به جهت دیگر متمایل شدن است. و در این آیه میگوید که فول وجهک و بگردان روی خود را، شطر به سوی مسجد الحرام. مسجد الحرام و عبارتی که روی خودت رو بگردان، در واقع اشاره میکنه به این که اون شخصی که دستور داده میشه به او، که او کسی که مورد دستور قرار میگیره که به او گفته بشه که روی خودت رو از جهتی که بودی به جهت دیگر برگردن، یعنی به یک جهت دیگری نگاه میکرده. شاید که تعبیر این بیان این باشه که در اون زمان به علت اشغال خانه کعبه و اینکه بتخانه شده بوده در اونجا و رسول اکرم که این آیه به ایشان در واقع نازل شده، می شود گفت که اولا که مسلم بودند، تسلیم به امر خدا بودند، موحد بودند و عبادت می کردند و دارای قبله بودند و به سوی قبله ای روی آور بودند. و به این ترتیب وقتی به ایشان گفته می شود که فوله، یعنی برگردان روی خودت رو، طبعا حالتی است که تغییر حالت رو دستور می دهد و از حالت قبلی به حالت دیگر دعوت می شود یا امر می شود، که نشانه این است که هم ایشان عبادت می کردند، هم مسلم بودند و هم دارای قبله بودند و هم قبله ای که به اون قبله عبادت می کردند با این قبله کعبه متفاوت بوده. همه اینها از این واژه فول وجهک شطر مسجد الحرام و بگردان روی خودت رو، بگردان وجه خودت رو، صورت خودت رو، روی خودت رو، شطر به سوی مسجد الحرام. و حیث ما کنتم، و هر کجا که هستید، هر کس هر کجا که هست، فولو وجوهکم، بگردانید روی های خود را، روی خود را، شطر به همان سو، سوی مکه. و ان الذين اوتوا الكتاب، و کسانی که به اونها کتاب داده شده، اهل کتاب، یعلمون، میدانند، علم دارند که انه الحق من ربهم، که این دستوراتی که داده میشه، یعنی وحدت قبله و وحدت معبود
و وحدت عبادتگاه و وحدت مسجد، اینها همه از سوی ربی میاد که اون رب برحقه و کلام هم برحقه، ربی که و من الله به قافل اما یعملون، و خداوند الله قافل نیست از کردار شما، از اونچه که انجام میدهید. در این آیه خداوند شهادت میدهد بر اینکه رسول اکرم روی به سوی بهشت کرده است و در واقع از مقام رضا و از مقام خوشنودی پیامبر یاد می کند که من می دانم، خدا می گوید، به دعاهای تو واقف هستم و می دانم که تو آرزو می کنی و آرزو می کردی که به همین معبد قدیمی و به همین کعبه قدیمی و همین قبله قدیمی بازگشت داده بشوی، و خداوند می گوید که این بازگشت مطمئنن سبب خوشنودی تو خواهد شد و باعث خواهد شد که خوشنود بشوی و شادمان باشی و راضی باشی. توجه و روی کرده به قبله به مفهوم اعلام و اعلان عدم وجود ادعا به دین مستقل محمدی است، همون گونه که خدا به یهود و نصارا امر می کند تا به سوی قبله رو کنند و خانه کعبه را قبله مشترک پیروان دین ابراهیم قرار بدهند. همونطور که گفته شد، قبول قبله قبول کعبه ابراهیمی است، قبول منطقه و مرتبه صلات و جایی است که منطبق با مقام ابراهیم و علامت تصدیق و شهادت است که هر کس به سوی قبله به عنوان موحد باید رو بکند و هر کسی که به طرف کعبه ابراهیمی رو می کند دین او ابراهیمی است و او هم مانند ابراهیم موحد و مسلم است. و هر که جز قبله دیگری رو متفاوت از کعبه برای تمرکز و توجه و سمت و سو دادن به عبادت استفاده بکند غیر از کعبه، باعث تفرقه می شود و این تفرقه در جهت عبادت و قبلگاه به مفهوم اعلام استقلال دین و عمل به تفرقه و انشعاب و تأسیس دین شیطانی است. خدا میگوید به هر آیینی که هستی، هر پیامبری رو که دنبال میکنی، هر شیوه و سنتی رو که میپذیری و میپسندی، به تو امر میشود که چه مسیحی باشی. مسیحی دین نیست، مسیحی پیروی از آیین حضرت مسیح برای برگشت به دین ابراهیم است، همینطور دین اسلام محمدی، همینطور دین یهود، همینطور دین زردشت. ممکن است که در آیین زردشت دیده نشود که بازگشت به دین ابراهیم است، اما بازگشت به توحید است که برای ما مسلمانان تصور ما این است که همه راه ها به ابراهیم ختم می شود، اما غیر از ابراهیم هم ممکن است که راه های پیش از ایشان بوده است که دین های قدیمی تر به اون ریشه بازگشت داده می شود. می توانند که افراد پیرو راه عیسی، پیرو راه موسی، پیرو راه محمد باشند،
عبادت‌های اینها از نظر فرهنگی و اجتماعی و زبانی و قومی و نژادی و منطقه‌ای کاملا متفاوت باشه، با زبان‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف عبادت کنند. اما همه اینها رو قرآن میگوید که به یک جهت بایستید و رو به یک سمت کنید، به هر زبان، به هر مکان، به هر شکل، به هر شیوه که عبادت میکنید و پیرو به راه اصلاحی و ارجاعی هر پیامبری که هستید. این انقلاب در اندیشه و این انقلاب برای ایجاد اتحاد بین موحدان جهان، صرف نظر از اینکه کدام پیامبر رو برای رسیدن به خدا انتخاب میکنند، همه پیغمبران قابل قبول هستند و همه راه هایی که به پیامبران خدا ختم می شود قابل قبول است. امر عبادت دارای استقلال است، اما از نظر هویت عبادی، شناسنامه عبادت به خدا اولین بار برای این است که رو به یک سوی واحد کنند، که روی واحدی که مربوط به همه اونها می شود، یعنی روی به مقام کسی کنند که اون کس مورد قبول همه پیامبران این هاست، هم عیسی، هم موسی و هم محمد، اینها قبولدار توحید ابراهیمی هستند. و به این مناسبت قرآن نمیگوید که کسی ترک مسیحیت کند یا ترک یهودیت کند که پیرو راه محمد بشود. راه محمد ادامه راه موسی و عیسی است و راهی مستقل از اونها نیست. راه هیچ پیامبری از پیامبر دیگر مستقل نیست. مادام که آیین و روش یهود و نصارا و همینطور اسلام قرآنی خود را به عنوان طریقی و به عنوان شیوهی و مسیری به طرف و به هدف دین ابراهیم معین می کنند، طرق هدایت و اصلاح برای رسیدن به دین ابراهیمی تلقی می شود و مورد قبول قرار می گیرد. اما هر کدام که از این طرق که مدعی استقلال و موجودیت یک دین سوای از دین ابراهیم بشوند و به دین استقلال بدهند، منفک از دین ابراهیم، قطعا به دین شرک وارد شدند. نشانه مصلحین و بازگشت کنندگان به دین ابراهیم در واقع در عمل و در قدم پذیرش یک قبلگاه متحد و مشترک است و این قبلگاه مقام ابراهیم و مصلایی است که از مقام او در صلات ایجاب و ایجاد شده است. بینندگان استحضار دارند که چندین جلسه طولانی است که ما از آیه های قرآن بهره می گیریم و موضوع وحدت قبله است. این آیه های پشت سر هم و کثیر و متعدد که درباره یک موضوع واحد این مقدار تأکید می کنه و این مقدار صحبت می کنه، بایستی که ما رو به این فکر آشنا بکنه و آگاه بسازه که ما باید متوجه باشیم بر این اصل و بر این حقیقت که چه اندازه وجود قبله متحد در سرنوشت بشر، در ایمان بشر، در تربیت بشر، در اخلاق بشر مؤثر است که این مقدار قرآن از زوایای مختلف در این مورد تأکید میکنه. در حقیقت وجود و نصب قبله مشترک ابراهیمی برای نصب و زندسازی و اعلام انحصار و در واقع جدا بودن نمیتواند باشد و فقط مربوط به یگانگی دین ابراهیم است. یعنی قرآن هر دین دیگری رو بعد از دین ابراهیم که با این عنوان خطاب بشود کاملا مردود می شناسد
و وجود این دین رو توحیدی نمیداند. دین هم وقتی توحیدی نباشد طبعا دین شرک است و رهبر دین شرک البته شیطان است. ولی ما با نهایت تأسف حتی در بین کسانی که باور اصلاحی دارند میبینیم که روش های اصلاحی رو یا آیین های برگشته به دین ابراهیم رو اشتباهاً یا قصداً دین می نامند و مردم رو دچار اشکال و مضیقه می کنند. در ترجمه فصیح تر و ساده تر این آیه می توانیم بگوییم ما شاهد بودیم، خدا می گوید، و دیدیم گردش و توجه صورت و روی تو را به سوی آسمان و بهشت و البته روی تو را به سوی قبله گردش دادیم و بازگردانیدیم که با آن خوشنود هستی، پس روی کن به سوی و به جهت مسجد الحرام و هر کجا که باشید پس روی به آن قبله معطوف بدارید و کسانی که به ایشان کتاب داده شده و دارای کتاب و اهل کتاب هستند، اهل کتاب، اهل یک کتاب، می دانند که این دین دین یکتایی است، دین واحد است و این تغییر و تعیین قبله، قبله تغییر کرده و قبله دیگری تعیین شده از جانب رب ایشان است و از خدا بر آنچه می کنند و انجام می دهند و خدا بر آنچه که می کنند و انجام می دهند غافل نیست. در اینجا باز هم اشاره می شود که بازگشت همه به قبله باز نشان می دهد که این قبله محل اولیه بوده، محل اصلی بوده، محل قدیم بوده و همه این افرادی که به قبله های دیگر توجه می کنند و به علت قبله، خود قبله یک مقداری عامل جنگ های در طول تاریخ بوده، این قبله ها را قرآن از بین میبره و یک قبله واحدی درست میکنه که متعلق به هیچ کدام اونها نیست و متعلق به همه اونها هم هست. در واقع این قبله یک نوع پرچم تمرکز عابدین خداست. کسانی که عبادت به خدای واحد میکنند به این پرچم نگاه میکنند و به سوی این پرچم نگاه میکنند. در این آیه اشاره به خواست خداست و رسول من حیث یک مسلم ابراهیمی تسلیم خدا می شود و به او گفته می شود و وحی می شود که قبله مشترک اهل کتاب کعبه است و اینکه تو از این امر خوشنود می گردی که همان است که اصیل ترین و قدیمی ترین قبله شناخته شده دین ابراهیم است. یعنی محمد از اینکه به اصل خودش بر می گشته با اصل آیین خودش آشنا می شده بسیار مباهی و خوشنود و خوشبخت بوده. آنگاه بر پیامبر امر می شود و فرمان صادر می شود که قبله رو کن و چنین کن من حیث یک رسول و به دیگران فرمان بازگشت به قبله ابراهیمی را صادر کن و ابلاغ کن و بعد می گوید این قبله و محل تمرکز و توجه نوعاً مسجد محسوب می شود، یعنی محل عبادت و محل سجده است و مسجدی است که همه ساجدین روی به سجدگاه آن یعنی مصلای ابراهیم می نمایند. در آیه های قبلی مشخص شد که مقام ابراهیم در ماجرای اسماعیل به عنوان مصلا یعنی محل انجام صلات معین شده بود و همه کسانی که قصد صلات می کنند، قصد نماز می کنند، باید متوجه و معطوف و متمرکز به این مرکز صلات باشند و پیوسته عظمت و علت آن را یادآور شوند که چرا قبله، چرا وحدت قبله و چرا حفظ آیین همه پیروان پیامبران و چرا اینکه همه پیامبران یک دین واحد داشتند.
و چرا نمیتوانند آدم ها دین ها داشته باشند با وجودی که میتوانند پیامبرها داشته باشند اما نمیتوانند دین ها داشته باشند. یک دین ممکن است هزاران پیامبر وجود داشته، یک دین هدف برگشت به اون دین برای همه پیامبران از شاگرد و معلم توامان. وانگاه شمور این حکم را صریحاً یادآور می شود و می گوید پس روی کن به کعبه‌ای که مسجد است و مسجدی که دارای حرمت و دارای احترام خاصی برای عمل خاصی است و این خانه محل سجود است و به این لحاظ خانه خدا نام دارد. محلی است که در اونجا سجده انجام می شود و سجده فقط به خدا انجام می شود و هر کجا که سجده انجام بشود سجدگاه یا مصلا خانه خدا محسوب می شود و بالاترین و بهترین مصلا قلب هر انسانی است که انسان در قلب خود به خدا سجده می کند و قلب او تبدیل به مصلا و در واقع قلب او تبدیل به محرابی است که در درون محراب مصلا قرار دارد و به این لحاظ قلب مؤمن خانه خداست، خانه‌ای که در آن به خدا سجده می شود. و بعد قرآن می گوید همه کسانی که دارای کتاب هستند می دانند که این دستور شامل حال ایشان است و همه اهل کتاب می دانند که این دستور از سوی خدا برای ایشان است. این ترتیب بسیار روشن و آشکار است که این دستور یعنی توجه و تمرکز به سوی قبله و کعبه ابراهیمی به هیچ عنوان محدود به پیروان راه رسول اکرم نمی شود بلکه همه اهل کتاب مأمور به اجرای این امر در عبادات خیش هستند. به بیان دیگر همه پیروان راه ابراهیم و فرزندان و اسباط ایشان و همه پیروان حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت محمد که درود خدا بر همگان ایشان باد باید در انجام صلات به سوی یک قبله واحد یعنی مسجد الحرام قرار گیرند. اهمیت این امر و این فرمان در این است که همه موحدین عالم و همه باورمندان به اصالت دین در امر صلات و اتصال به خدای واحد باید متوجه یک مبدأ و یک مقصد و یک مرکز باشند. اهمیت دیگر این قانون عبادی رو خداوند به این ترتیب تعریف می کند که قبله و یا کعبه و یا مسجد الحرام متعلق به جمع اهل کتاب است، یعنی مقام ابراهیم، مصلای ابراهیم و خانه کعبه و قبلگاه یک مرجع و یک محور و یک مرکز اصلی و قانونی برای توجه عبادت کنندگان همه آیین‌های توحیدی است، نه دین ها. در عصر ما کتاب عیسوی، یهودی و مسلمان محمدی یک پارچه هر سه کتاب کتاب خوانده می شود و یک کتاب خوانده می شود و خانه کعبه و مقام ابراهیم و مصلای اتصال و وصال با خدا متعلق به همه اهل کتاب به صورت برابر و معادل است و هیچ کس و هیچ آیینی و پیروان هیچ پیامبری از پیروان پیامبر دیگر برتر نیستند و کمتر هم نیستند و تفاوتی ندارند و حق مالکیت ندارند. خانه کعبه متعلق به همه کسانی است که این فکر و این موضوع و این مصلا رو مرکز و محل و محور اصلی توجه و تمرکز مسلمین قرار میدهند.
وقتی من میگویم توجه و تمرکز، منظور من سفر حج نیست. و کسانی که منتظر عذر و بهانه هستند، این رو به عنوان تأییدی بر سفر به کعبه تلقی نکنند که هرگز چنین قصدی در گفتار این حقیر نیست. ملاحظه شود که چگونه این فرمان، فرمان خدا برای قبول وحدت قبلگاه کعبه، مستقل و بدیهی و معتبر و در واقع به صورت وحیانی و صریح به رسول اکرم نازل شده و توسط تلاوت او به ما رسیده و امروز ما میبینیم که این دستور صریح خدا رو که اعلام میکند و این قدر تکرار میکند در این مورد و این مقدار بازگویی میکند و تکرار مکررات میکند که اهمیت این رو ما درک کنیم که این خانه مرکز عبادی همه پیروان همه پیامبران است. با وجود این فرمان که مستقل و تصریح شده به پیامبر داده شده است، پیامبر اسلام، باز هم اشغالگران خانه خدا و حامیان ایشان این دستور خدا را زیر پا گذاشتند. اگر در این آیه نمیگوید که ان الذين اوتوا الكتاب میدانند، کسانی که به اونها کتاب داده شده، این فرمان یعنی وظیفه عبادی اهل کتاب در قبول قبله مسجد الحرام و کعبه برای اهل کتاب معلوم و مشخص است. اگر کسی اهل کتاب باشد میداند که قبله او کجاست و اگر با توجه به این علم و اطلاع باز هم تکفیر می کند و تکذیب می کند، اهل کتاب نیست. آیا این دستور صریح و قاطع حضرت حق به رسول اکرم که ای پیامبر به همه اهل کتاب اعلام کن که این کعبه و این قبله و این مصلا و این مسجد، به خصوص تعیین سمت و سوی مسجد، امر به اتحاد شده و برای عبادت کل اهل کتاب امر شده و معین شده، آیا این دستور خدا کفایت نمی کند که درهای کعبه و مصلای کعبه و مقام ابراهیم کعبه و مسجد کعبه برای یهودی، برای عیسوی، برای مسلمان محمدی، برای هر که به توحید و عمل صالح و معاد اعتقاد دارد، آیا هنوز همین دستورات خدا کفایت نمی کند که درها رو باز کنید، دست از اشغال بردارید و ای اشغالگران خانه کعبه از این خانه خارج شوید؟ شما با کعبه همان می کنید و بدتر از آن می کنید که مشرکان در زمان ظهور اسلام می کردند. و آیا کسانی که مانع اجرای امر خدا می شوند، یعنی مسجد یهودی و مسجد مسیحی را از او گرفتند، این خانه کعبه این مسجد یهود است، این مسجد مسیحی است، این مسجد پیروان راه رسول اکرم است، این مسجد را از اونها نباید گرفت؟ کسانی که این مسجد یهودی و مسجد مسیحی و مسجد محمدی را باید بگوییم که مسجد ابراهیم است، از این آینداران گرفتند و از انجام عبادت ایشان را باز داشتند، آیا اینها اشغالگر و محارب با خدا محسوب می شوند یا خیر؟ نکته بسیار مهم دیگر این است که مفهوم این فرمان که عیسوی و یهودی و محمدی همه دارای قبله مشترک هستند چیست و این چه امری است و چه رمزی است که قرآن این مقدار تکرار میکند؟ وقتی قرآن حکم به قبله وحدت میدهد و وقتی میگوید مسجد الحرام
مسجد و مصلای عبادت یهودی و مسیحی و مسلمان محمدی است، این در عمل چگونه دارای مفهوم و معلوم عملی می شود؟ آیا وقتی در سطح جهان سه آیین بزرگ توحیدی مورد بحث و یا اهل کتاب هر که و هر چه که هستند در نماز یا در صلات امر به رعایت یک شیوه و یک نحوه برابر و مشترک می شوند، آیا این مفهوم و هدف از این آیه برای ایجاد وحدت قبله نیست؟ شما ملاحظه کنید که امروز اگر همه آیین‌های اهل کتاب به سوی مصلای ابراهیم صلات بگذارند، آیا می توانند صلات و نمازشان از یکدیگر متفاوت و متغایر باشد یا متضاد باشد؟ خدای نکرده. آیا اتحاد صلات و اتحاد عبادت و قبول و حرمت مسجد الحرام برای آیین‌ها علت و موجب اتحاد اهل کتاب نمی شود؟ آیا وقتی قرآن می گوید کعبه مسجد است و این مسجد محل سجود و حرمت به خداست و یهودی و مسیحی موظف و مأمور است که این مسجد را بپذیرد و به عنوان سجدگاه برگزیند، یعنی وقتی مسجد کعبه مسجد یهودی و مسجد مسیحی شده باشد، آیا ما می توانیم به نام خدا و با افترای به خدا او را از این نعمت باز بداریم و اعلام کنیم که ورود به کعبه در انحصار مسلمین محمدی است؟ آیا خانه کعبه به موجب این آیه قرآن مسجد یهودی و مسیحی محسوب نمی شود؟ آیا می توانیم کسانی را که خود را در واقع مأمور خدا می دانند مورد محاکمه قرار بدهیم که چرا امر خدا را زیر پا می گذارند و خانه ای را که خدا به یهود و نصارا اجازه ورود داده است و دستور داده است، نه اجازه واجب کرده است، امر کرده است به اونها که این خانه خانه شماست، به این خانه توجه کنید، وقتی ما ایشان رو باز می‌داریم و مانع می‌شویم و اونها رو نجس اعلام می‌کنیم، مضر اعلام می‌کنیم و می‌گوییم اینها حق ورود به خانه کعبه رو ندارند چون نجس هستند، آیا ما با خدا در حال محاربه و جنگ هستیم یا نیستیم؟ آیا ما می‌توانیم کسانی رو که خدا برایشان مسجد و صلات و مصلا معین کرده، آیا ما می توانیم ایشان را از حقشان محروم کنیم؟ آیا ما می توانیم مانع عبادت آنها بشویم و در واقع ایشان را از مسجدهایشان و از معبدهایشان بیرون کنیم و آنها را غیر توحیدی و مشرک و کافر بخوانیم؟ پاسخ اشغالگران مسجد و معبد این مهمترین و بزرگترین و بهترین مسجد و معبد و مهمترین و مقدسترین محل عبادات برای اهل کتاب یعنی کعبه، اشغالگران این خانه چه پاسخی برای ادامه تجاوز به حقوق عبادی اهل کتاب دارند؟ در آیه بعدی موضوع حیرت آور دیگری مطرح می شود، یعنی اهل کتاب خود را اهل کتاب نمی دانند و تعبیری کفرگونه و انحرافی از موضوع کتاب دارند، یعنی کتابی را که اصالت ابراهیم را توجیه می کند مورد پذیرش قرار نمی دهند و با روشی و با آیینی اختراعی به جدال برمی خیزند، آیینی که خود اونها ایجاد کردند با اون آیین به جدال برمیخیزند و همینطور با آیینی که رسول اکرم به اونها عرضه کرده است، در حالی که
پیامبر این اتهام رو وارد میکند که میکنند که دین جدیدی آورده است، در حالی که خود پیامبر به او امر میشود، وحی میشود که بگو به مردم که دین جدیدی نیاورده ای، و او میگوید که من دین جدیدی نیاوردم، و او میگوید که امری که به من شده و دستور پیامبری من این است که من مردم رو به دین ابراهیم ارجاع کنم. پس با چه میجنگید؟ با که میجنگید؟ چرا کعبه رو متفرق میکنید و چرا قبله ها رو تقسیم میکنید؟ اگر رسول اکرم اعلام میکند که از طرف خدا به او وحی شده است که من دین جدیدی نیاوردم و من شما رو به دین ابراهیم ارجاع میکنم و راه رو برای شما باز میکنم از طریق تلاوت آیات قرآن، چگونه ما میتوانیم مانع ورود و مانع تعلق و وابستگی یهود و نصارا به خانه کعبه باشیم؟ اشاره به اسلام محمدی و یا اسلام قرآنی و یا دین اسلام که معمول و مصطلح است، اشاره به یک دین مستقل و یا یک دین جدید و وضع شده یا ایجاد شده در زمان رسول اکرم نمی کند، بلکه دقیقا همه این عناوین اشاره به دین ابراهیم است. امت رسول پیرو او هستند و پیروی از رسول اکرم پیروی از راه ابراهیم و پیروی از راه محمد و پیروی از راه امت وسط است، امتی که بین امتها و بین آیین‌ها و دین ابراهیم پل ارتباطی برقرار می‌کند و به این لحاظ اونها رو امت وسط خواندند. ما برای استراحت دادن به سینه‌ای که بسیار من رو آزار میده، اما برای من این یک حکم افتخار رو داره که به هر حالی که هستم، تا وقتی هستم و تا وقتی این شبکه هست، اگر یک کلام اضافی تر ما از قرآن بیاموزیم، یک قدم به آرامش و امنیت و افتخار و صلح نزدیکتر شدیم. با ما باشید، باز میگردیم با شما خواهیم.